گنگ، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشافور لایف. آلبوم بروسی جکی چان اومده از آدرو تو امین تی جی که من نمیتونم تشخیص دادم کدومشون بروسی کدومشون جکی چان، هیچ کدومشون شبیه هیچ کدوم نیست، ولی از کانال یوتیوب پوریا آدرویت طبیعتاً اولین ویدیویی که قرار گوش کنی و ببینیم ویدیوی زیر بالشه که از کانال آدرویت اومده بیرون. بقیه ترک ها توی کانال تی جی آپلود شده، لینک توی دیسکریپشن، لینک رو میذارم توی دیسکریپشن. کلا هر چیزی گوش میدیم من لینکش توی دیسکریپشن میذارم، لینک کانال یوتیوب دلولو اسمرم توی دیسکریپشن هست بچه‌ها. دلولو برید فالو کنید، با وضعیتی که داره تو رپ فارسی پیش میاد، کانتنت‌های رپ فارسی داره کم کم دی توجیهشون از دست میده، دلولو اسمرم رو بیشتر فالو کنید، احتمالاً اونجا اتفاقات دلولو فالو کنید. دیگه بیشتر از این باز نمی‌کنم. اگر فورگنگ هاراباچیدی توی کامنت، بریم زیر بالشو ببینیم اولین ترکی که از آلبوم جکی چان بروسی قراره با هم دیگه گوش کنیم از آدرویت امین تی جی. خب من تیزرهای هیچ کدومشون خیلی دقت نکردم حقیقتا، به خاطر اینکه میخواستم توی آلبوم اولین جایی باشه که باهاش مواجه میشم و ولی بحث این بود که این تیزر رو هر کی بگه توجه نکرد کس میگه، یعنی میخوای آدم ها رو راستگویی و دروگویشون رو بسنجی، میتونی با این سوال بسنجی که این تیزر رو دیدی یا نه. زیر بالش همه دیدن، همه پاز کردن، همه زوم کردن. بیت پرودوسر لیل دیفا، آشگار و دنزی بیت، میکس و مسترینگ دنی روز بومب، ریکورد منیجر 1970 استودیو که نمیدونم کجاست، اسمای خیلی زیادیه، من سعی میکنم تو دیسکریپشن بذارم، اسما بسیار زیاده، یکی دو تا اسمو فقط من حفظ کنم. میگه دنی روزه، پس انتظار شنیدن ساوند پر جزئیات و جذاب دارم من. دایرکتور پوریا گرشاسی و رضا آژیر، علی تبا پراجکت منیجر، دیستریبیوشن منیجرم آرتا. همین اسما واسه من بتونم حفظ کنم، همین اسما رو هنر کردم. بریم سراغ ویدیو. اگر زیر بالش امین تی جی، زیر بالش یعنی زیر بالهایش و زیر بالش همونی که سرمونو میزنیم روش رو با هم دیگه جنس تام نزد، من پفیوز. خیلی هم کنترل میکنم پاز نزدنم، به خاطر اینکه اصلا حتی من دوستم سریع رد کنم اون صحنه رو. لبلا داداش امین حتی یه پله پایین تر هم نتونست یه جوری بپره که انگار داره مثلا خودشو پرت بکنه پایین. نگاه یه لگی زد یه لحظه آخر اینجا دیدی شب و تاریک ابر چشات برام باری، الان داری گریه میکنی تنهایی، دلت پره ولی ته دلت خالی، از استرس حالت تهوع داری، این آدم ها نفهمید. بیت آشگار بود و دنزی بیتس و دیفا و دنت هیچ وقت، این آدم ها نفهمیدنت هیچ وقت، بیدارم از دیشب پریشب، یادتو میندازه منو خوب این شب، ولی نه تو خوابم اینه پیشم، من فکرم خیلی چیزه، من فکرم خیلی خیلی لاف سانگ، ایموشنال لاف سانگ، ولی نه، یه ترک مودی کلا، یه ترک دیپ با رفرنسای به تو حالا میتونه معشوق باشه، میتونه حالا من معشوق دیپ هر کسی نمیتونه باشه، ولی کلا بیشتر راجبه اون قسمت های تاریک، اون احساس های منفی که تهنشین شدن، رسوب کردن توی وجود آدم و میشه راجع به اونجور چیزاست که یکی از اون احساسات منفی که همیشه رسوب کرده، خب یه دختری، یه دختری به هر حال به هر کسی زده دیگه. دراک مثل خاک، مغز نصف باز نصف لاک، همین داداش تو رو قرآن بگو اونو دارم پفیوز میشم، بی استلاک زدیم بی استلاک، برو با من
اگه خوب نیست شاده، نگران من نباش، زود میره یاده. زندگی جلو دوربین کامل، شب و غلافی کنم کل تو پول زیر بالش. بیا زیر بالش رو گفت، ولی زیر بالش رو جناس تام نکرد. تسلیم، من پوفیوز شدم. با غلافی کنم کل تو پول زیر بالش. آره یادش رو با بالش رو فیوز کنم. جلو دوربین کامل، شب و غلافی کنم کل تو پول زیر بالش. یه شبایی زدم پک فقط، یه گولاخ رو هوندا رو ترکم. میچرخیدیم توی شهرک، به یه مشتری بودیم زنگ زنگ. خورده فروشی تا وزنی چکون. آدروید نتونست موضوع رو نگه داره، کلن برد تو بحث کاسب. بچه یه چیزی بگم، آدروید ترک خیابونشو گوش، اگه گوش داده باشید، از آدروید انتظار نمیره خیلی. صد هزار بار گفتم، صد هزار بارم میگم، از آدروید، یعنی آدروید غیر منتظره ترین آدرویدی که میتونید تصور کنید توی ترک خیابونه. با امین تیجه اتفاق اون ترک ورسش بی نظیره. شبایی زدم پک فقط، یه گولاخ رو هوندا رو ترکم. میچرخیدیم توی شهرک، به یه مشتری بودیم زنگ زنگ. خورده فروشی تا وزنی، چکونایی زدیم زمین قزوین. برداشت بد نکن از این، محرمام دادم غذا نظری بگذاریم. زیاد دادم من تاوانشو، خیابون و من مامانشو. نظری بگذاریم، زیاد دادم من تاوانشو، خیابون و من مامانشو. چونده پر رو بودم از قدیم، تونستم زدم کانالشو. شبا میذارم پول زیر بالش، تا که بیاد گودزیلا آبش. یه شبا هم نشد خوب حالش، پش تا که بیاد گودزیلا آبش. بالش تا که بیاد گودزیلا آبش، یه شبا هم نشد خوب حالش. پشمام همون شب آقام بهم سیگار دادش. سرم بالا جلو دوستام، کشو زدم به جیف با پورسان. ریخت و پاش سور و ساد، یه چی کیر میکرد تو آزاد. میرفتی پی قرصاد، عشق نکن الان کسباته. میزدم تریسام، میرفتی پی قرصاد، عشق نکن الان کسباته. میزدم تریسام، فرسان، مریم، مهناز، محشید، درسا، گنگ. بیا فرس آدرود هیچ ربطی به چیزی که امین تیجه ساخت نداشت. شبیه یه برجیه که مثلا پایینشو از سیمان و سنگ بسازی، بالاشو یهو مثلا کاغذ کار کنی. اصلا داوید یهو چرا رفت مغز و ویدو اینا چیه دیگه؟ این تیریدیا چیه؟ اصلا چه این تیریدیا چه ربطی به ویدیو داره آجی؟ یهو چرا مثلا تا اینجای ویدیو اینجوری بودن که خب این ویدیو یه چیزی کم داره، بذار یه مغز بالای یه سری بوته ماریجوانا تیریدی دیزاین کنیم ویدیو تکمیل شد. چی شد یهو تصویر در رای شد؟ اتا فرنگنگ گود تیوی گنگ. خیلی خوب، این بود موزیک ویدئوی زیر بالش امین تی جی که ما رو پوفیوز کرد. پوری آدرویت موزیکی که والا من همه اینا رو بچه من از این من میگم، این اول من بار اول این ترک رو گوش میدم، خیلی برداشت میتونه اشتباه باشه. اصلا اگرم درست باشه بلفرض برداشت رو تایش همش میشه نظر شخصی، یعنی اصلا درست و غلطی ما نمیخوایم تعیین کنیم، هیچ چیزی نیست جز اینکه به نظر من دو نقطه از اینجا بعد. چک یه مود سنگین، یه تمپوی پایین داشت، با یه پروداکشن اتمسفر ساز، با یه وکال چنت خانوم، یه وکال سمپل خانوم که فضای دراماتیک سعی کرده بود بسازه، فضای استوری تلینگ سعی کرده بود بسازه توی ساختش، توی پروداکشن که امین تی جی و آدرویت روش داستاناشون رو تعریف کنن. داستان احتمالاً عمیق‌ترین بیت، یک بیت چیزی که میطلبید، یه داستان عمیق و با تم ناراحت کننده بود. توی ورس امین تی جی ما یه رفرنس هایی از یه عشق چیزی حس می کردیم، همون طور که توی تصویر از اون دوتا مدلی که استفاده شده بود ما داشتیم یه احساس، یه چی میگن، یه برداشت لاو، برداشت عشق، برداشت احساسات بین یه دختر و یه پسر
رو داشتیم دیگه از تصویر تا یه حدی. این موضوع توی قلمه، توی تکست و لیریکسه امیدیجی هم حس میشد، منتها کام 100% لیریکس همین دیجی رو تشکیل نداده بود. لیریکس همین دیجی مجموعه بود، یعنی پرداخته بود به مجموعه از احساسات بد و ناراحت کننده و منفی که میگم انگار تهنشین شده. دلیلش هر چیزی میتونه باشه، دلیلش میتونه دراگز باشه، دراگ ابیوز باشه، دلیلش میتونه استرسی که تو تهران زندگی کردن داره باشه، دلیلش میتونه کلا استرسی که به هر حال زندگی داره باشه، دلیلش میتونه کی که کسبت زده باشه، دلیلش خیلی چیزا میتونه باشه. و توی اشاراتی که ما توی لیریکس سمیتی جی داشتیم به همه اینا اشاره شد، به اینکه مثلا شهر تهران منو یاد تو میندازه اشاره کرد، اون تو میتونه حالا معشوق باشه، به اون همون دراگایی که گفتم اشاره کرد، به همین تهران شلوغی دود، شلوغی شهر استراب میاره دیگه، یه هیاهوی خیلی زیاد داره که تو خونت هم بشینی پولدارترین آدم دنیا هم باشی استرابی در هر صورت توت به وجود میاد. میگم یه مجموعه ای از اینجور چیزا تشکیل داده بود لیریکس امین تیجیو، اما لیریکس پوریا آدرویت یه مسیر داستانی تری داشت که ما قدیم مثلا این کارو کردیم، بعد مثلا به این اتفاق واسمون افتاد، بابام دستم سیگار داد، نمیدونم بدترین شب زندگی فلان بود بیسار، و در کنار این نیمچه نراتیو و نیمچه خط داستانی که ورس پوریاد رو داشت تش منتهی شد به یه سری فلکس که خیابون و من مامانشو بهترین ترک قطعا خیابون و من مامانشو، خیلی بم بود. میگم تهش رسیدیم به یه سری فلکسایی که توی ترک های هم هیپ هاپ هم کلا پوری آدروت رایجه. ورس پوری آدروت تو اگه از این ترک جدا کنی ورس بهتری بود، یعنی مثلا یه ترک معمولی که مثلا چنین تمی نداره، چنین بیلداپی نداره توسط تو همین دیجی، اینقدر قرار نیست مودو مثلا همین دیجی بسازه یهو پوری آدروت یه مود دیگه، مثل واقعا مثل این مونی که تو داری یه درخت رو مثلا نقاشی میکنی، یه منظره درخت، یه سری رنگ میطلبه اون درخته که آقا قهوه‌ای توشه، سبز توشه، آبی، آسمون توشه احتمالاً و اینا، یهو آدرویت میاد بنفش لینی اضافه میکنه، به صورتی لینی اضافه میکنه. میشه میگم اون رنگی که ورس پوری آدرویت داشت به رنگ بوممون که امین تیجی تا الان بیسشو ساخته بود نمیخورد خیلی، ولی میگم ورس پوری آدرویت رو که جدا کنی بذاری توی ترک دیگه ورس باحالی بود، ورس خیلی باحالی بود. من میگم شیمیه اینجا خوب در نیومده بود، با اینکه این دو نفر شیمیشون خیلی همیشه اصلا با آلبوم سوباسا کاکرو که یه چنین تمی داشت مثل جکی چان و بروسلی اتفاقا خیلی اونجا شیمیاشون تمیز در اومده، اینجا شیمیه فلوی و فرمی خوب در اومده بود، ولی من نمیدونم چرا پوریا رو توسط کرده بود از یه چیز دیگه بخونم کنم به معاملش بگیره چیزایی که همین تیجی خونده رو، ولی نمیدونم. یعنی میگم من از ورس همین تیجی یه سری حس میگیرم، از ورس آدروید دوست دارم و ورس آدروید بکوغم مثلا هد بزنم انسای نشون بدم و ورس تیجی بزنم سر خودم. میکسی از دوتا ایموشن مختلف داشت ترک واسه من و به نظرم این انسجام رو یه خورده به هم زده بود، ولی میگم جفتشون به نوبه خودشون باحال بود، جفتشون سر جای خودشون باحال‌تر بود. ورس امین تیجی واقعا خبری توی ورس امین تیجی خبری از چیزی که ما امین تیجی رو بهش میشناسیم که اون لیریسیزم همیشگیش هست، اون نگاه متفاوتش به کلمه ها هست، نبود. واقعا خبری از اون نبود، بیشتر سعی کرده بود یه وایبی رو با توانایی وکالیش بسازه که به نظر من حالا اونقدر هم توانایی عجیبی نداره امین تیجی، بد نیست ولی تواناییش اونقدر نیست دیگه. در کل ترک میدتری بود نسبت به چیزی که من از امین تیجی پوری آدرویت انتظار دارم، ولی ترک بدی نبود اصلا. من تبدیل تجربه اولیم باشه دیدم مثلا ویدیوش باحال بود و واقعا من حضور اون دوتا مدلم تو ویدیو متوجه نشدم. میگی چی میگم؟ به نظرم اگر ترک لاف سانگ بود همون دوتا مدل کارو در می آوردن، اگر ترک گنگستا بود، اگر قرار بود از خیابون و چیزایی که بهمون گذشت بخونیم اون دوتا مدل اونجا چیکار میکردن میدونی؟ اگر قراره مثلا نماد من تو گذشته که عاشق یه نفر بودم و حالا یه روزایی باهاش داشتم، اگه قرار نماد این باشه چرا توی لیریکس خبری از این نبود؟ میدونی یه مجموعه از ایده های ناهمگن بود. و یعنی اگر ویدیو با تصویر با ساوند مچ بود به نظرم ویدیو تمیز بود، خیلی ویدیو بهترین ویدیویی بود که من از بچه‌ها دیدم، از رضا آژیر و گرشاس پوریا گرشاسبی و در کل تبدیل تجربه اولی ما دیدن ویدیو واسه من 6. شما نظرتون راجع به این ترک بنویسید، لایک و دیسلایک برای اینه که اگه دوست داشتید ویدیو رو یا دوست نداشتید ویدیو رو، فورگنگ تو کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، یوتیوب داره سابا رو میپرونه، پس اگه دوست داشتید سابسکرایب بکن، اگه ویدیو رو دوست دارید سابسکرایب کنید. یه چیزی هم بهتون میگم بچه، توییچ هم فالو کنید، احتمالاً ما یه سری موزیک ها رو اصلا میریم توییچ گوش کنیم به خاطر اینکه یه سری اتفاقات تو یوتیوب داره میفته که ما شاید نتونیم همه موزیک ها رو تو یوتیوب گوش کنیم، بعضی رو شاید بریم توییچ گوش کنیم و تو یوتیوب صرفا راجع بهشون صحبت کنیم، مثل اتفاقی که در مورد
ترک دابل ترک رضا پیشرو افتاد. پس توییچ رو فالو کنید، احتمالاً اونجا لایو شیم و یه سری موزیکا رو گوش کنیم و صحبت‌ها رو راجع به موزیک بیاریم تو یوتیوب. در صورت زنگولی که بغل سابسکرایب هست برای این گزارش شروع که اگه دوست داشتید از آپلود ویدئویی مطلع شید روی اون کلیک کنید، یوتیوب از طریق نوتیفیکیشن خبر میده به شما آپلود ویدئو رو و تا ویدئوی بعدی فور گنگ.